امیر حسین یوسفی کیساری خوش اومدی به ویدیوکست در باب عکاسی خیلی ممنونم متشکرم از دعوتت ممنونم از تو که اومدی امیدوارم که بحث امروزه اون بحث خوبی باشه یکی از داغترین بحث هایی که امروزه خیلی متداول شده و اون عکاسی خیابانیه حالا تو دورانی زندگی میکنیم که هر کسی بر اساس سلیقه خودش تعریفی ازش داره اگه موافق باشیه تعریف شخصی از عکاسی خیابانی اگه میشه برای ما بگی که حالا یه سری تعریف تو کتاب ها هستش که حالا شاید اون چیزی که تو نظرته با اون فرق داشته باشه و اینکه عکاسی خیابانی چی هستش بله همونطور که خودتون فرمودید تعریف بسیار زیادی هستش اما چیزی که من لمسش کردم شاید حسش کردم توی عکاسی اینه که عکاسی خیابانی ورای از تعریفی که میشه براش قائل شد و بیان کرد یه نوع میتونه سبک زندگی باشه حتی یعنی ما عکاسی خیابانی رو زندگی میکنیم یه جورایی یعنی کسی که بخواد عکاسی خیابانی انجام بده و یک عکاس خیابانی باشه استریت فوتوگرافر باشه باید بتونه باهاش زندگی بکنه وگرنه خیلی شرایط سختیه براش اما یه چیز کلی اگر بخوام بگم شاید توی هر فضای عمومی که بشه با دوربین رفت و اونجا عکاسی کرد میشه بهش گفت وکاسی خیابانی حالا فکر میکنم سبک های مختلفی داشته باشه اینکه چه سبک هایی هستش اونم یه صحبتی بکنیم در موردش چون فکر کنم اونم مسئله مهمی هستش دقیقا قطعا سبک های مختلفی بوده از قدیم و به مرور داره اضافه میشه حالا چقدر اینها سازماندهی شده و سازمانیافته یافته هستن خب قطعا خیلی کمه اینطور که بخوایم دسته بندی دقیق و مشخصی داشته باشیم اما سبک های مختلفی هست شما حتی برگردی به دوران کارتی برسون از همون زمان هم لحظه قطعی بوده و اینها هم در عکاسی خیابانی بسیار کاربرد داره و عکاسی کاندید هستش که خودم بهش علاقه منم و جدیدا هم اگر دقت کرده باشید حالا توی فضاهای شبکه های اجتماعی یه سری ویدیوهایی که در اومده و عکس میگیرن بعدا یعنی فرد رو صدا میکنن و عکس میگیرن تو همون آن لحظه که خب سمت و سویی از عکاسی کاندید داره و مدل های مختلفی هستش یا حالت پرس زنی در عکاسی خیابانی یعنی من دوربین رو بر بدون هیچ هدف مشخصی که از قبل براش تعیین کردم توی یک خیابونی راه میرم یکی از علاقه مندی های من همینه توی خیابون راه میرم تا یک اتفاق ویژهی یک سوژه ویژهی رو ببینم و اون موقع ازش عکاسی بکنم این پرس, زنیه، پرس زنی توی عکاسی خیابانی شاید برای همه قابل اجرا نباشه یا اینکه صرفا یه مدت تعداد اندکی انجام بشه و بعد رها بشه ولی به نظر من خیلی خیلی میتونه آدم رو پخته بکنه توی عکاسی خیابانی هرچند که تناقضاتی داره با شاید عکاسی که هدفمند باشه عکاسی که راجبش فکر شده باشه و اون هم خیلی اهمیت داره ولی اون علاقه اون عشقی که وجود داره خیلی ها رو به این سمت میکشه که پرس زنی بکنن توی خیابون حالا به این خود دو تا موضوع رو تا الان با هم دیگه در موردش صحبت کردیم یکی که عکاسی خیابانی یه لایف استایل یه سبک زندگیه این یه قسمتش بود و یه قسمت دیگه ای گفتی آقای میتونیم از طریق یکی از سبکا و تکنیکاش پرس زنی هست ضرورت عکاسی خیابانی چیه؟ چرا عکاسی خیابانی میکنی؟ مثلا من خودم یادم تو دوران هنرجویی که داشتیم عکاسی رو یاد میگرفتیم که هنوزم داریم یاد میگیریم یکی از چیزایی که مربیا و اساتید به ما میگفتن که آقا برید تو خیابون عکاسی کنید که دستتون گرم شه واسه عکاسی آیا هنوز ما داریم عکاسی خیابانی کنیم که حالا دستمون گرم شه داریم عکاسی خیابانی کنیم که خیلی ها هستن مثلا سبکی رو دارن انجام میدن ولی کنارش میان عکاسی خیابانی میکنن که روحیهشون عوض شه برای کسی که در عکاسی خیابانی میکنه یعنی تخصصش عکاسی خیابانی هست هدفش و ضرورتش چیه که عکاسی خیابانی میکنه ببینید برای شخص بنده حالا شاید هر کسی دلایل مختلفی داشته باشه اما اینکه وارد جامعه میشیم مستقیم با مردمی که هر کسی از جایی اومده داره جایی میره با یه هدف خاصی داخل خیابون هستش یا توی اون فضای عمومی قرار داره این ارتباط گرفتنه حتی شده ارتباط چشمی خیلی خیلی ارزشمنده بارها و بارها توی این پرس زنی ها یک چیزهایی دیده میشه به یک چیزهایی آدم میرسه کشفش میکنه که شاید هرگز نمیتونست چنین مواردی رو کشف بکنه و اینها صرفا توی اون پرس زنی هستش که بهش میرسه وقتی ما انتظار یک چیز خاصی رو نداریم و بهش میرسیم اون حس خیلی خوبی به آدم میده شاید برای آدم ارزشمندتر باشه شما هیچ ته ذهن چیزی رو نداری راجع به اون موضوع و میری یک مرتبه یک مواجهه اتفاق میفته اون مواجهه حالا جدای از اینکه ارزشمنده مثالی که ابتدا فرمودید راجع به اساتید میگفتن برید و تو خیابون پرسه بزنید بلکه عکسی بگیرید اون مواجهه مواجهه برای عکاس که تازه شروع کرده خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه اینکه توی اون شرایطی که یک مرتبه یک اتفاقی داره میفته چطور میتونه مدیریت بکنه چطور میتونه بهترین عکس ممکن رو بگیره حالا تنظیمات دوربینش به چه حالتی هستش چه واکنشی میتونه نشون بده آیا خودش غرق در سوژه میشه یا اینکه نه میتونه خودش رو بکشه بیرون و عکاسی رو انجام بده و فکر کنم برای چون حالا امروزه تو عکاسی روز دنیا این ژانرها هم خیلی به هم دیگه نزدیک شدن صرفا نمیشه گفت حالا این مستند اون خیابانیه و فکر میکنم برای کسایی که حتی تازه شروع کردن با این که عکاسی خیابانی بسیار سخت و مشکل هست توی ژانرهایی که وجود داره ولی شاید یه جورایی خیلی از ژانرها رو فرا میگیره و تمرین کردن توی عکاسی خیابانی میتونه بهشون کمک کنه بعدا مسیر عکاسی خودشون رو که پیدا کردن حالا فرد میخواد مستند کار بکنه میخواد حتی ورزشی کار بکنه و هر ژانر دنبال بکنه بسیار بسیار میتونه بهش کمک کننده باشه و تجربه مفیدی بوده باشه حالا من خودم خیلی وقتی که عکاسی خیابانی میکنم حالا نه به صورت تخصصی احساس تکرار میکنم یعنی مثلا اینطوریه که میبینم دارم یه الگوی رفتاری رو توی عکس تکرار میکنم چی کار کنیم که توی عکاسی خیابانی دوچار تکرار نشیم یعنی من خودم اینستاگرام خیلی از دوستان رو که دارم نگاه میکنم میبینم که یک شخصی چهار ساله، 6 ساله، هشت ساله داره عکاسی خیابانی میکنه و یه سری کادرهای مشخص دائم داره تو کاراش تکرار میشه حالا به نظر تو اصلا این تکراره خوبه یا نه ما باید از تکرار دوری کنیم ببین این تکراری که میگه اول باید مشخص بکنیم که این تکراری چی هست خب حالا یه بحثی که همیشه بوده توی عکاسی میگه رسیدن به اون نگاه شخصیه اون یه طرف ماجراست اینکه شما وقتی بعد از یه مدت یه عکسی جلوت میذارن یاد یه عکاسی میفتی میگی ای مثلا این شبیه عکسای مثلا فلانیه خب این به نظر من خوبه اینکه شما به اون نگاه شخصی رسیدی دیگه دارید نگاه های دی... دیگران دیدن اکسهای دیگران شاید به اون اندازه تاثیر نذاره به یک بلوغی رسیده نگاه فرد توی عکاسی اما شاید برای اینکه اون تکراره شاید خود عکاس رو آز... آزار بده بعضی وقتها شاید نگاهش رو محدود بکنه یه تمرینی رو من خودم چندین بار یعنی و تکرارش هم میکنم هر چند سال یک بار این تمرین تکرار میکنم خیلی خوبه اینه که یک سوژه ثابتی رو حالا مثالش رو بخوام بزنم یه دونه تیر برقی بوده در کنارش یه درخت بوده سر کوچهمون بوده سر کوچه خونهمون و یه درخت و یه تیر برق و من با خودم عهد گذاشته بودم هر هفته از اون عکس بگیرم به مدت سه ماه شما هر هفته از اون بخواد عکس بگیرید همون سوجه قاعدتا تکراری میشه و این موضوع و این تمرین به آدم کمک میکنه که نگاهش رو یعنی جور دیگه هم ببینه همون موضوعات رو یک موضوع ثابت رو میتونه به نحوه های مختلف ببینه شاید یکی دوباره اول همون شکلی ببینه همون شکلی سب کنه اما داخلش بری قاعدتا یک چیزهایی ازش در میاد که بر خود آدم واقعا شگفت انگیزه خیلی از اکاسا اکسایی دارن که حالا تو مجموعه شاید باشه شاید فقط یک تک فریم باشه یک لحظه است حالا یه جورایی توی عکاسی ما بهش میگیم اتفاق در عکاسی توی سبک عکاسی خیابانی چطور این اتفاق رو ایجاد کنی ببین با اینکه این ای اتفاق یه ای لحظه است ولی لحظه های زیادی رو میخواد که شما صبر کرده باشی مونده باشی تا به اون لحظه برسی یکی از علاقمندی های زجرآور بنده همین هستش و یه تمرینه به نظر من من بارها و بارها شده یک فضای خوبی رو دیدم دیگه الان استاد این کار جناب کارتی برسون بودن وقتی یه قاب خوبی رو آدم میبینه ناخداغا یه حسی با آدم میگه که اینجا یه اتفاق ویژه بیفته خیلی خوبه تو همین هین با خودم فکر میکنم که آقا مثلاً چی باشه خوب میشه تو ذهنم میاد مثلا یه سوژه انسانی با چنین شرایط از اینجا مثلا رو عبور بکنه توی دقیقا این نقطه خیلی میتونه قشنگ باشه یا خیلی چیزهای دیگه و این رو حالا من میتونم استیج بکنم یه شخصی رو بیارم مدل خودم رو بیارم اون کارو بکنه که من چن کار نمیکنم خیلی راحت باشه برم آه، آه، اوکی این خوبه اینجا این کارو آره خیلی انجام میدن و من نفشش نمیکنم هر کسی سبک کاری خودش رو داره خیلی از عکاس خیلی بزرگ ایران همین کار میکنن و صحنه سازی آره میکنن آره صحنه سازی میکنن ولی من من اون به دلم نمیشین یعنی من عکسی که اونجوری بگیرم اصلا اون برام اتفاق نمیفت حتی یه بار این کار رو کردم که نشد حالا اینم تعریف میکنم یه دیواری بودش نقاشی دیواری بود اونجا اولین بار که داشتم پرس زنی میکردم و بهش برخوردم گفتم خب حالا همینجا وای میستنم مثلا بقیه ولش کن هرچی شد در ادامه اونجا موندم حدود یک ساعت خورده ای و هیچ اتفاق ویژه ای نیفتاد جایی هم بود که مثلا عبور و مرور آدما زیاد نبود حالا هیچ چیزی هم ته ذهنم نیست که قرار چی رد بشه من بگیرم اینجا خب با یه چیز کاملا وضعیت گنگ اونجا منتظریم که یه چیز ویژه بیاد و بخوام عکس بگیرم مونم نشد و دیگه رفتم خسته شدم رفتم دفعه دیگه کلا به امید اونجا اومدم حالا این بار راجبش فکرم کردم دیدم خب مثلا چنین سوژه بیاد میتونه جالب تر باشه و اومدم باز هم نشد رفتیم یک مرتبه دیگه من سه بار غیر از اون دفعه اول رفتم و حتی یک بار دو ساعت خورده هم منتظر موندم چیزی نشد یعنی چیزی نشد عکس گرفتم عکس ها حتی ادیت هم کردم ولی اونی که باید میشد نشد یعنی اون حسه رو نمیداد تا اینکه با یکی ای صحبت کردم گفتم شما بیا برو از اینجا رد شو من یه عکسی بگیرم ببینیم چه جوری میشه اون بنده خدا اومد با من رفت گفتم نه همونجا دیگه گفتم نه است گفتم اینوری برو وری بیاد. چیزی در نمیاد همینجوری گفتیم خودی که خود دیگه بریم دیگه الیش دیگه از این دیواره گذشتیم همون لحظه یهو دیدم اون اتفاق ویژه داره میاد و اون سوژه رخ داد اومد حالا من تنظیمات و دوربین هم, هم میزون نبود سری همونجا واسادم اکثر گردم و همون شد دیگه اصلا به اون دیواره نگاه نکردم شاید الان ده بارم از جلوش رد شم دیگه عکسمو گرفتم بعضی وقتا میبینی این عکسمو گرفتمه وقتی فکر میکنی عکس خوبه گرفتی باید بمونی یعنی بازم باید صبر بکنی تا یه چیز بهتره بیاد ما باید اون حس کمالگرایانه هم تا یه حدی میتونه کمک بکنه یکی اکسام که خب باش چند تا جا جایزه گرفتم یه نقاشی دیواری که خروس جنگیه و از جلوش یه پسر بچه با تفنگ داره عبور میکنه خیلی جست فیگور خاصی داره مادرش از کات خارج شده یه پاش مشخص و داره میره و من جلوی این نقاشی دیواری هم چهار پنج مرتبه عکاسی کردم و یه مرتبه این چیزی میخواستم در نظر داشتم اتفاق افتاده بود میخواستم این وسط این پنجه های های سر آدمی باشه حالا ماسک زده بود و وصلش کنم به کرونا و این داستانه و اونو گرفتم اون عکس رو گفتم خب عکس رو من گرفتم دیگه برم حالا همجوری باستیم شاید یکی از این به شاید این عکسم تار شده باشه شاید حالا اینا یه اتفاق عبور داشتم میکردم گفتم دیگه برم دیگه تا قدم زدم داشتم میرفتم یهو دیدم از اون دور داره چنین سوژه میاد یعنی یه بسر بچه ای که با یه اسلحه توی دست خیلی ارتباط زیادی با اون سوژه که روی نقاشی دیواری که بوده ایجاد میکرد و برگشتم و اون عکس رو گرفتم و اون شد عکس اصلی من از اونجا حتی اون چیزی که هدفی که تو ذهنم بود و اتفاق افتاد هم بود اون رو گذاشتم کنار و این یه چیزی که اصلا انتظارش رو نداشتم و یه چیز بهتر شد شاید الان باز میگم اگر برم جلوی اون نقاشی دیواره به شاید چیز بهتر هم اتفاق میفته و این یه تمرین صبره من خیلی وقتها آ... یه تمرین میگفتم ابتدای صحبت ها که سبک زندگی یه جورایی تو زندگی خیلی کمک میکنه با بعضی وقتها زندگی فشار میاره آدم کمک میکنه میگه آقا تو عکاسی ببین اینقدر وای میسی آخرش عکس خوبه در میاد این هم میتونه اینجا بهت کمک بکنه در کل فرایند عکاسی هم همین شکلی مخصوصا پرس زنی که میکنین داخل خیابان شما ممکنه چهار ساعت داری پیاده قدم میزنی تو خیابون سه ساعت و نیم شید چی نگرفتی یعنی چی من این همه پیاده رفتم خستگی از اینجا به اونجا دیگه نورم الان داره میره هیچ اون لحظه آخره میبینی اون اتفاق ویژه پیش میاد و اکثر میگیری و شدم شم رفتم دو سه بار عکاسی رفتم اصلا هیچ اتفاق خاصی نگی عکس خوبی نگرفتم ولی دفعه بعدش که میری میگیری و این اون تمرین صبره که خیلی خیلی جدای از اینکه چه عکس خوبی آدم بگیره چه عکس خوبی نگیره خود این صبر بسیار بسیار ارزشمنده و توی جنبه های مختلف زندگی با آدم کمک میکنه توی عکاسی خیابانی یعنی ما وقتی که داریم پامونو از استدیومون از دفتر کارمون از خونمون میذاریم بیرون با یه نیت بریم این عکاسیمون رو انجام بدیم یا هر نیتی که داریمو و بذاریم کنار و بریم ببینیم چه اتفاقی میفته مثلا من خودم یک بار تصمیم گرفتم برم از آدم هایی که خوابیدن حالا ولگرد پیرمرد توی محیط عکس بگیرم و یعنی داشتم با یک نیت قبلی میرفتم عکاسی خیابانی انجام بدم نیت قبلی تو فرایند عکاسی خیابانی کار درستیه صد درصد درست یعنی تو خودت میای میگی که آقا بریم پرسه کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته خب این دوتا با هم تناقض ندارم ببین برای خودم این شکلیه که یعنی حالا عکاسی روز دنیا به سمت مجموعه عکس داره میره دیگه یعنی اون مجموعه عکس که بسیار ارزشمندتر تا تک عکس توی پرس زنی هایی که ما داریم میریم صرفا میبینی یه تک عکس میگیری تمام میشه میره شاید اونطور که باید شاید نشون نده اون فرد چقدر عکاسه اونی میتونه ادعایی داشته باشه یا اینکه بگن فرد عکاس هستش اینی که با مجموعه عکس کار بکنه یعنی اون فکر و ایده هدف پشت ذهنش بوده باشه مونتا عکس یه تک عکس خوب رو ممکنه یک نفر با شانس و اقبال رو انقدر بره عکاسی یه زده شانسش یه سوژه خیلی خاص اتفاق افتاد اون عکس رو ثبت کرد با همون عکس هم همه جا نشونش داده اومد بالا ولی دلیلی نمیشه که اون فرد عکاس خوبی بوده باشه خب خیلی دلایل دیگه تاثیر میذاره اما من پرسه رو دوست دارم به خاطر اینکه خیلی چیزای جدید رو به من نشون میده شاید من از غرب توی خونه هستم میخوام برم عکاسی اون ایده ته هم نباشه اون فکر نیومده باشه تو ذهنم که میخوام برم چی رو عکاسی کنم من حتی وقت که دوربین همراه هم نیست دارم داخل خیابون راه میرم نگاه هم نگاه عکاسانه سعی میکنم باشه ببینم بعضی جاها رو و اونها رو یادداشت میکنم توی گوشیم یه پنل یادداشتی که ایجاد کردم برای همینه لوکیشن ها رو میزنم اونجا ذخیره میکنم بعدا سر میزنم به همون لوکیشنه بعضی وقتا از حسه یعنی اون حس تو اونجا حس میکنی که من باید اینجا بمونم باید اینجا بمونم عکاسی کنم ولی خب اگه بخوایم تر و درستتر نگاه بکنیم شاید این خیلی ارزشمندتره که ما بخوایم با ایده بریم حالا یه زمانی هست اون پرس زنی رو من به خاطر عشق خودم به خاطر علاقه به خاطر دوست داشتن این کار انجام میدم یه زمانی هستش که نه میخوام یه کار حرفه ای انجام بدم قطعا با فکر و ایده میرم که اون پرس زنی به من کمک میکنه که من دفعه بعد شاید یکی از جاهایی که بهش توی پرس زنی رسیدم رو این دفعه با فکر و ایده بهش مراجعه کنم که بارها و بارها برای من تکرار شده من داشتم توی خیابون قدم میزدم یه به نقاشی دیواری برخوردم که شاید نمیدیدم و حالا دوتا شاد زدیم و عبور کردیم ولی با برنامه دفعه دیگه رفتم چجوری با برنامه یعنی فکر و ایده کجا کمک میکنه یه زمانی هست شما میبینی خب الان این دیواره به سمتی هستش که اگر من صبح ها بیام اینجا قطعا نور به پشتشه یعنی هیچ نوری ما نداریم خب اینو من تنظیم میکنم وقتی میخوام بیام عکاسی مثلا اصر بیام که نور بهتر اینجا داشته باشه این دیگه چیزای ابتدایی هستش ولی در همین حد هم فکر و ایده باشه خب قطعا خیلی میتونه کیفیت کار رو هم افزایش بده توی عکاسی خیابونی ما با افراد و انسانها در ارتباطیم دو تا مورد داره یکی ارتباط با مردم توی عکاسی خیابانی و دومین مسئله حریم شخصی افراد آیا باید یه رضایت نامه از همه اینایی که داریم میریم عکس میگیریم بگیریم که آقا من میخوام عکس تو مثلا منتشر کنم یا این عکس تو من میخوام استفاده کنم یا رضایت بده که فکر کنم یه جمعیت زیادی رو آدم باید همینطور ازشون امضا بگیره یا حریم شخصیش زیاد مهم نیست یعنی چون محیط عمومیه ما میتونیم از افراد عکس بگیریم منتشرشون کنیم استفادهشون مسئله ارتباط با مخاطب و همچنین حریم شخصی رو توی عکاسی خیابانی چطوری میتونیم تعریف کنیم ببین از دو جنبه میشه بهش نگاه کرد یه جنبه قانونیشه شه و قانونی که داره خب قاعدتا توی جایی که تابلو نصب نشده مجاز به عکاسی هست اما جنبه دیگه اون جنبه اخلاقی شه که قطعا نیاز هستش که اون رضایت فرده باشه حتی شده رضایت لفظیش خب خیلی از فستیوال ها حتی شما بخواید کار بهشون ارائه بدید اون رضایت نامه رو میخواد مخصوصا بچه ها مثلا من یادم جشنواره هیپا که خب یکی از معروف تر هاست اگر مدلی باشه داخل عکست نیاز هستش که شما اون رضایت نامه رو بارگذاری بکنی وگرنه اگر عکس کلا رو میشه حالا این موضوعات رو بذاریم کنار هم موضوعات اخلاقی باز چند تا وچ میشه یعنی شما اگر بخواید ابتدا به اون سوژه خودتون بگید که من میخوام ازت عکس بگیرم کلا اون جست میگیره و میره توی حس و این حال هوا که سخت میشه ورای اینکه که تو عکاسی خیابانی شما فرصت این کار رو اصلا نداری معمولا من خودم این شکلی هم که عکس رو میگیرم و بعد میرم سراغ اون فرد میگم که من این عکس رو ازت گرفتم خودم رو اول ابتدا معرفی میکنم عکاس خیابانی هستم عکاس آزادم این عکس تو گرفتم آیا م... مشکلی نداری با اینکه من عکس رو بخوام منتشر کنم یا داخل صفحه یا جای دیگه و اون رضایته رو میگیرم رضایت لفظی رو که حداقل وجدان خودم رعایت باشه و عرضش های اخلاقی رعایت شده باشه و بعضی وقت هم هستش که واقعا نمیشه یعنی آدم این شرایط رو نداره و برای من بارها بارها اتفاق افتاده یک عکسی گرفته بودم بعد از پستش کردم تو این استاگرام بعد از یک هفته یک نفر که همون خود فرد توی عکس بود اومد دایرکت که اکاس این عکس شما هستی گفتم آره و این حرفا گفتش که چه هدفی داشتی این عکس رو گرفتی حالا عکس یه مقدار هم بود از یه روحانی بودن که یه سری دیگه افرادی هم داشتن عبور میکردن خود اون روحانی اومد و حالا برش توضیح دادم و اینا گفتم شما مشکلی داری که این عکس منتشر شده اگر مشکلی داری من عکس رو حذف میکنم و جای دیگه هیچ جام هنوز انتشارش ندادم فقط گفتش نه مشکلی ندارم و فقط میخواستم ببینم آیا هدف خاصی داری هدف ویژه داری تو صحبت معمولا با گفتگو همیشه حل میشه و حل شد یا یک عکس دیگه ای بوده من پایین یک پلی بودم یه خانومی داشت از رو پله عبور میکرد و من تو ویزور داشتم نگاه میکردم متوجه من شد که دارم عکاسی میکنم یعنی همه آدما عبور میکردن کسی متوجه من نبود که دارم عکاسی میکنم این از دور متوجه شد و خیره شد به دوربین و با لبخند و خنده و اینا مثلا داشت من نگاه میکرد شاید اون لحظه مثلا اگر 7 -8 سال قبل خودم بود دوربین میبردم پایین چون اون چیزی که میخواستم نمیشد دیگه دیگه اون داره من نگاه میکنه ولی من همون شکلی با واسطادم تو ویزور نگاه کردم و اون لحظه ای که میخواستم شاتو زدم عکس رو گرفتم و او یکی از عکس های خوبم شد از برای خودم به نسایر عکس ها و اون فرد هم بعدا عکس وایرال شد آقای حامد ابراهیم پوری که از شاعرانه خودم مورد علاقه همه. یه شعری هم خودش تو پیجش هم پست گذاشت و از اون طریق اون فرد خودش دید و دوباره اومد و کلی هم تشکر کرد و من فکر نمی کردم مثلا داری رو میگیری واقعا آره اینجا برسو این داستان ولی خب قطعا باید گفت اینا حالا مثبتاش بود منفیاش هم بوده عکس گرفتیم و بعد طرف بودو بودو اومده دنبال ما آقا من نیازی به عکس تو ندارم از من عکس میگیری حالا مثلا دست فروشی بوده و اینا پاک کن گفتم باشه جلوی شما جلوشون پاک کنم که خیالشون راحت بشه چون یه چیزی هم که هست حالا خودمونو این ارزش های اخلاقی وجهه اکاسیه که تو عکاسی خیابانی توی جامعه به چه شکلی به چه دیدی بهش نگاه بکنن اگر من که دارم دوربین دستم گرفتم برم این وجهه رو خراب بکنم قطعا مسیر رو برای خیلی های دیگه سخت میکنم جوونایی که الان دارم میان شاید از لحاظ تجربه اونقدر هنوز پخته نباشند یا خیلی از کسای دیگه تازه شروع کردن قطعا راه برای اونها سختتر میشه و به مشکلات زیادی میتونن بخورن شبکه های اجتماعی توی انتشار آثار همه اقشار به خصوص ما اکاسا جایگاه ویژه ای داره بازی میکنه فارغ از شبکه های اجتماعی چه محلهایی برای انتشار تصویر وجود داره ما گالری ها رو داریم میتونیم مجموع عکسمون یا اون عکس هایی که داریم رو منتشر کنیم اینستاگرام هست شبکه های اجتماعی دیگه هست و مجلات هستن راهکارهای دیگه چیه مثلا آیا حالا من تجربهش رو نداشتم اینطوری هستش که افراد بیان یه دونه تابلوی نقاشی عکاسی خیابانی رو تهیه کنن حالا واسه خونهشون یا جای دیگه یعنی محلهای انتشارش کجاست یا افرادی که حالا بهتر بذار بگم که هدفم چیه از این سوالی که میپرسم امرار معاشه این قشری که داره توی این حوزه کار میکنه از چه طریقی تعمین میشه قاعدتا اگر کسی به هدف این امرار و معاشه بخواد بیاد قاعدتا باید به شکست بخوره و با توجه به زندگی که الان هستش خیلی کار سختیه که بخواد به اون درآمده برسه و از این کار خودش مخصوصا حالا شما استریت فوتوگرافی رو در نظر بگیرید سختتر میشه اما خب خودتون هم اشاره کردید راهایی هستش برای اینکه هم اون دیده شدنه انجام بشه همین اینکه حالا فروشه بشه یه چند سالی NFT و فروشش خیلی داغ شد که من خودم من ورود کردم و تو فروش هم داشتیم و بعد دیگه ادامه ندادم ولی جدیدا خب خیلی بازارش داغه حالا یه سری انگ ها هم به زده میشه از لحاظ پولشویی و این داستان ها ولی خب خوبه من حدود یک ماه فعالیت کردم یه دونه عکسم رو فروختم دو دهم اتریوم شد اون موقع با پول همون زمان و دلار و اینا چیز حدود 17 18 میلیون تومان میشه ولی خب میگم بحث های زیادی درش هست سلیقه حالا اون کالکتور ها هست و خیلی مسائل دیگه اما این بخش دیده شدنه با بخش فروشه باز خودش متفاوته توی ایران, ها ایران مخصوصا خب یه سری محدودیت ها قاعدتا هست چه از لازم گالری ها حالا نه همشون و خیلی چیزهای دیگه نمایشگاه هایی که برگزار میشه قاعدتا اونقدر دست باز نیست ولی توی ایران متاسفانه هنوز اونطور باید شاید باید که باشه نیست قاعدتا متاسفانه شاید یه سه چیزهای دیگه مطرح باشه یعنی شما نیازه که یک سلبریتی بشی تا بتونی کارتو خوب بفروشی نیاز هستش که خودت رو وصل بکنی به باندهای مختلف مثلا تا بخوای به اون هدفه برسی اما کسی که بخواد توی این مسیر گام برداره با زندگیش و پای, پای عکاسی بذاره و سالها زندگی بکنه تا بعدا بخواد که به نظرم با این هدف نیاد داخلش شاید بهتر باشه هرکی میخواد عکاسی خیابانی بکنه حداقل اونایی که توی اینستاگرام حالا فعال هستن سفید منتشر میکنه جایگاه رنگ توی عکاسی خیابانی چطوری تعریف میشه آیا ما مجاز هستیم رنگ استفاده بکنیم یا باید حتماً یه حالت سیاسفید یا ترکیب از یه رنگ دیگه ای باشه تو کارم ببینید کلا چه حالا تو عکاسی خیابانی چه سایر ژانرهای عکاسی رنگ به طور کلی یکی از اصلی ترین عناصر داخل عکسه و خیلی خیلی میتونه تأثیر گذار باشه اینکه من بخوام عنصر رنگ رو از عکس خودم بگیرم قطعا دارم خودم رو محدود میکنم اما باید ببینیم که هدف عکاس چیه یه زمانی هستش که من دارم یک عکسی رو خلق میکنم میام از رنگه استفاده میکنم میام از رنگ بهره کامل رو میبرم در جهت هدفی که پشتش دارم خب یه زمانی هستش توی اون عکس عکسی که گرفتم برای من عناصر دیگه خیلی بیشتر اهمیت داره سایر عناصر بصری برای من جلوه بیشتری داره میخوام اونها رو بیشتر نشون بدم مثلا فرم رو میخوام بیشتر نشون بدم خطوط برای من اهمیت بیشتری داره اون موقع میام رنگ رو از عکس میگیرم تا اون سایر عناصر بسری برجستگی بیشتری پیدا بکنه این شکلی میتونم مخاطب رو با اون عناصر بیشتر مرتبط بکنم بیشتر ارتباطشون بدم اما به طور کل من رنگ رو بسیار ارزشمند میبینم توی عکاسی خیابانی مخصوصا چون خیلی خیلی کمک کننده است توی ناخداگاه ما هم رنگ تاثیر گذاره مخصوصا رنگ های گرم یعنی شما تو نگاه اول جذب اون رنگ گرمه میشی رنگ قرمزه میشی اما خب داستان های مختلفی هست دلایل مختلفی میتونه باشه عکاسی سیاسفید شاید خیلی وقت‌ها خیلی ها علاقه مندن کلا به عکاسی سیاسفید و سبکشون به اون شکل هستش که سیاسفید عکاسی میکنن ولی خب رنگ رو نمیشه ازش گذشت و خیلی خیلی میتونه مهم باشه و کمک کننده باشه حتی در انتقال حس ها یعنی شما حسی که میخوای به مخاطبت منتقل بکنی قطعا با رنگ خیلی راحت تر میتونه این کار رو انجام بدی من خودم رنگ رو خیلی دوست دارم ولی خب گاهی اوقاتم خیلی از اکاسا حالا برای اینکه یه سری نقطه ضعف های عکسشون رو بپوشونن هم میان سیاسفید میکنن قاعدتا میتونه بعضی چیزا رو حالا شرط نوری نامناسب رو و یه سری کم و کاسیا رنگ خوبی نداره عکس سیاسفید میکنن که این فکر میکنم نباشه بهتره یعنی هدف منترین حالتش برای خودم که سیاسفید بکنم بخوام سایر عناصر رو برجسته بکنم داخل عکس. یه مسابقه عکاسی داری به نام کاف که مؤسسش هم خودت بودی از سال 99 400 شروع به کار شده از سال 2021 2021 اولا اینکه چرا حوزه عکاسی خیابانی و مستند و حالا خلاقانه رو توی این مسابقه ایجاد کردی و اصلا هدف این کاف چی بوده و میخواسته به چی برسه توی این مسابقه ببینید قطعا اول در خصوص هدفش صحبت کنم خدمتون و بعد اینکه چرا اون بخش ها بوده در خصوص هدف اهداف زیادی پشتش بوده یکی از اهدافش حمایت از جوانان که به نظرم خیلی خیلی مهمه متاسفانه توی ایران من ندیدم که اونطور باید شاید انجام بشه هستا جشنواره جوانان هستش که هر سال برگزار میشه و این سال هم هستش که داره برگزار میشه ولی خب خیلی ضعف ها به شخصی درش دیدم و جشنواره های دیگه هم هستش باز تصویر سال بسیار بسیار ارزشمند عرضش... استاد سمدیان زحمت کشیدن سالیان سال خیلی خیلی خوب موثر بوده بخش ویژه ای رو برای جوانان داشتن ولی باز هم به نظر من جای کار داره شما نگاه بکنید درسته که توی هنر باید سالها کار کرد تا رسید به اون جایگاه اما شما الان هر عرصه ای رو نگاه بکنی جوانها پیشگام هستن قطعا اون قدرت جوانی اون شور و انگیزه ای که هستش شاید نشه توی یه از یه سنی به بعد حفظ بشه و وجود داشته باشه یکی از اهدافمون حمایت از جوانان بوده که به انواع مختلف داخل کارمون ازش استفاده کردیم تو دوره اول مسابقه یک بخش به طور کامل ویژه جوانان بود کسایی که زیر 25 سال سنشون بوده و یک جایزه ویژه بین همونها بود که خب خیل خیلی خیلی بازخورد خوبی داشت حدود 40% درصد شرکت کنندگانمون زیر 25 سال بودن ما حتی متولد 89 داشتیم سه سال پیش بود تقریبا و خب خیلی خوب بود به خیلی ها انگیزه داد و بعدا با بعضیشون که صحبت می کردیم و می گفتن که خیلی خوب بود و اصلا انگیزه پیدا کردم که برم عکاسی و اون دوره جوری هم بودش که اون اشتیاقه رو ایجاد بکنه که فرد بره عکاسی بکنه بره دنبالش ولی خب از دو دوره بعد خب مسابقه کاف به این شکل, هستش, شکل هستش که هر عکاس یک عکس در هر بخش رو میتونه رایگان ارسال کنه که میشه مجموعا سه عکس و اگر بخواد بیشتر عکس ارسال کنه با یه مبلغی رو پرداخت بکنه اما با باز برای اینکه حمایتی از جوانان بشه کسایی که زیر 25 سال سنشون باشه میتونن 6 عکس رو رایگان ارسال کنن و این در راستای اون هدفی که حمایت از جوانان بوده اما موضوع دیگه ای که هستش بارها بارها دیدم از بزرگترامون توی عکاسی از خیلی هایی که دارن فعالیت میکنن سالهای زیاد میگن که کسی کاری نمیکنه برای عکاسی نمیدونم چرا این شکلیه چرا اون شکلیه همش ضعف وجود داره چه توی حالا جشنواره ها ناداوری میشه و خیلی داستان ها یکی دیگه از اهداف بود من یه کاری بکنم مثلا بگم که من به عنوان یک علاقمند حوزه عکاسی جزء جامعه عکاسی هم قطعا جای دارن یه کاری کرده باشم وقتی که رسیدم ده سالی که دارم دنبال میکنم 20 سال که بخوام دو موقع که بشه دنبال دارم میکنم عکاسی رو بگم که آقا من این مدته یه قدم ورداشتم برای عکاسی چه درست چه غلط خب تلاش خودمو کردم پیش وجدان خودم راحت میگم من یک کامی ورداشتم حالا شاید بتونم اون موقع دوتا گله هم بکنم نسبت به بقیه و موضوعات دیگه ای بوده که دلیلی شده که ما بخوایم این رو شروع بکنیم اما در خصوص بخش دوم سوالتون که چرا این بخش یعنی مستند اجتماعی عکاسی خیابانی و عکاسی خلاقانه همونطور که اول عرایزم هم خدمتتون عرض کردم امروز خیلی ژانرهای عکاسی به هم نزدیک شده و شاید اصلا اینکه بخوایم بگیم این صرفا این عکس توی اون ژانر این یکی خیابانی اون مستنده شاید اشتباه باشه یه جورایی ولی خیلی اینها اون مرزشون به هم نزدیک شده و من این سه تا حوزه رو بسیار نزدیک دیدیم به هم یعنی میتونه یک مستند اجتماعی باشه که توی کتگوری عکاس خیابانی هم جای بگیره یا عکاسی خلاقانه باشه که یه عکاسی خیابانیه یعنی این خیابانیه مخصوصا مرز این دوتاست یعنی هم با کریتیو میتونه رابطه بسیار نزدیکی داشته باشه هم خیابانی میتونه با مستند اجتماعی نزدیکی زیادی داشته باشه اینکه وچه تمایز ایجاد بشه بینشون اینکه بتونیم تفکیک بکنیم و به طور کل خب در با محوریت عکاسی خیابانی این دوتای دیگه میرن جلو و با توجه به اینکه حالا داخل ایران ما این کار رو شروع کردیم از ایران که حالا بین المللی هم شده شد توی ایران اقبال به این سمت زیاد بوده و مخاطبین بیشتری داشتیم این اطلاع رسانیتون از طریق اینستاگرامتونه سایتتونه چه تکنیک هایی هستش که حالا از تاریخ های شروع مسابقه مهلتاش مطلع بشیم چه تک روش هایی وجود داره خب این اینستاگرام الان در حال حاضر خیلی خیلی کمک کننده هست مخصوصا برای داخل ایران و سایت مسابقه مون هم, هم هستش یه سری سایت ها هم هستش برای مخصوصا مخاطبان خارج از ایران که خیلی کمک میکنه سایت هستن که اطلاع رسانی میکنن چه سایت های خارجی میشه حالا تو هم عرف... مسابقه تو هم مسابقه های دیگران رو آره توش عرف... اه... اه... فوتو کانتست ددلاین هستش اه... که خیلی مسابقات رو منتشر میکنه چه حالا اونایی که رایگان هستن چه پولی هستن خب اگر در جرم باشید خیلی از مسابقات و جشنوارهایی که خارج از ایران برگزار میشه عموما یه ورودی داره یه هزینه ورودی داره و خوبی این سایت اینه که اومده همه رو دسته بندی کرده شما میتونی بری ببینی فقط مسابقاتی که رایگانه ورودی نداره رو نگاه کنی فقط اونایی که پولیه یا اینکه موضوع خاصی داره رو نگاه بکنی یکی این سایت بعد یه سه تا دیگه هم هستن که اطلاعستانی میکنن یکی دیگه هم بودش فوتو کانتست فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اما خب یه سرچ ساده بکنن فوتو کانتست ددلاین رو هم سرچ بکنن دوستان کسایی که علاقمند هستن میخوان آگاه بشن با ها میتونن دسترسی پیدا بکنن اینها سایت هایی هستن که منتشر میکنن حالا چه با ارتباطاتی که از قبل گرفتیم باشون چه حتی یک فردی که الان داره یک جشنواره هم برگزار کنه قاعدتا فراخوانش رو بده منتشر میکنه اما یه سری سایت های دیگه هم هستن که جشنوارهایی که خودشون دارن ذیل اونها برگزار میشه منتشر میکنن چون یه سری سایت ها هستن که به عنوان هاست یا میزبانن که اونجا داخل اون سایت جشوار های مختلفی برگزار میشه اونها دریافت میکنن آثار رو و دسته بندی میکنن و میدن به اون برگزار کننده خب از اونها هم میتونن استفاده بکنن حالا داخل ایران هم حتی هستش چه خارج از ایران که اینا متفاوت حتی خیلی از رقابت های بسیار بزرگ هم از این سایت ها استفاده میکنن حالا من داشتم کلا همه جوانه به مسابقت رو که نگاه میکردم سایت خوبی داره کاتالوگ و بروشور خوبی واسهش داره منتشر میشه قوانین شفاف گمراه کننده نیست حالا بر اساس وستتون جایزه های خوبی هم میدین و از همه مهمتر داورای خوبی داره اول از خودت میخوام بپرسم که این همه المان و چطوری انقدر خوب آوردی کنار همدیگه گذاشتی حالا کار تکی خودت بوده توانایی خلاقیت یا مثلا یک تیمی کنارت داشتی که تونستن قشنگ همه این اجزای پازل رو کنار هم بزنن یعنی یه مسابقه ای که منی که دارم از دور نگاه میکنم نرم میره جلو همه چیزش مرتبه این اتفاق آروم آروم صورت گرفته یا با یه استراتژی مشخص رفتیم جلو که به این نتیجه رسیدی اولا که خب ممنون از لطفتون و قطعا الان وقتی ما دور اولمون رو نگاه میکنیم میبینیم که خیلی ضعف ها وجود داشت و شاید سالهای آینده بریم جلوتر به این دورمون رو ضعف های زیادی رو ببینیم که الان به چشممون نیاد اما قطعا همش تنهایی و تلاش من نبوده دوستان زیادی بودن که به ما کمک کردند از دوره اول خانم لک بود بودن که بسیار کمک کردن با همون و بعد به مرور دوستانی اضافه شدن دوست خوب هم آقای کنانی که خودشون یکی از عکاسان خیابانی فوقلاده هستن ایشون هم تو دوره دو دوره گذشته بسیار کمک کردن چالا از لحاظ مشورت ها و چیدمان ها و دوستان دیگه تو سایر حوزه های حالا غیر از عکاسی چه سایت را اومدن حالا ما همیشه میگیم که یکی از ادعاهامون اینه که مستقل مسابقه کاف وابسته به هیچ نهاد و سازمان و دولت و هیچی نیستش و این خودش یه قوتی میده و خیلی از دوستان میان پای کار رو کمک میکنن و چه حالا از لحاظ مترجم چون این ارتباط گرفتنه با داورها و با شرکت کننده ها یه جاهای دیگه از توان خودم خارج میشه و تا یه لولی شاید بتونم خودم کار رو هندل کنم و توی اون جهات هم دوستانی بودن که قطعا بهمون کمک کردن ولی خب خیلی از کارها رو تنهای خودم جلو بردم داوراتو که من میدیدم خیلی داورهای متنوع و افراد صاحب سبک بعضیاشون بودن بعضیاشون آدمهای فعالی بودن این فراخانی که این داورهای خوب رو تونستی کنار هم دیگه قرار بدی چه جوری اتفاق افتاده ببین به نظر من یکی از مهمترین عوامل یک مسابقه یا یک رقابت اون داوراشن یعنی نتیجه ای که قرار بیاد بیرون از فیلتر داورها عبور میکنه حالا درسته که بعضی از رقابت ها شاید عوامل دیگه هم تاثیر داشته باشه اما توی مسابقه کاف فقط از فیلتر داورها میاد بیرون و خیلی خیلی مهمه که این داورها اول از همه جدای از کار حرفیشون شخص عادلی باشه این طرف وقتی قرار داوری بکنه قضاوت بکنه این خیلی موضوع مهمیه و موضوع دیگه اینه که ما یک ترکیب هیئت داوران داریم برای اینکه بخوایم نتیجه ای که تهش بیرون میاد به عنوان برگزیده اون جشنواره یک از تمامی جوانب یک کار خوب باشه لایق باشه شایسته باشه اینه که اون چیدمانه جوری باشه که به اون سمت هدایت بکنه فرض اگر بیایم توی ترکیب داوران همه داورها عکاس خیلی حرفه باشن که خروجیشون خوب باشه شاید عکسی که انتخاب میکنن از لحاظ فنی و تکنیکی خیلی قوی بوده باشه و خیلی جنبه دیگه ازش غافل بشن و این چیزی که تو ناخودآگاه تاثیر گذاره اما سعی کردیم که داورها رو از تمامی جوانه به انتخاب بکنیم حتی شاید بعضی وقتا انتقادهایی هم از این خصوص به ما میشه اما وقتی توضیح میدیم به اون کسی که انتقاد کرده قطعا نگاهش تغییر میکنه و این چیزی که توی بزرگترین رقابت دنیا هم همین شکلی هست. الان شما بالاترین رقابت هم ببینی داورها رو که داره معرفی میکنه میگه مثلا فلانی عکاس فلانی سردبیر فلان گالری یا نمیدونم توی روزنامه این شکلی یعنی صرفا این که فرد عکاس خوبی باشه دلیل نمیشه داور خوبی هم بوده باشه این فرایند انتخاب داورها رو خودت انجام میدی یعنی چجوریه من حالا ما یه عالمه عکاس داریم عکاسای خوبی هن منصفن کارشناسن توی این دنیای عکاسا انتخابشون چطوری یعنی تو میای بر اساس رزومه شون که توی چه مسابقاتی داوری کردن این تکنیک چجوریه قطعا تنهایی تصمیم نمیگیرم یه سری دوستان هستن که باشون مشورت میکنم و با خیلی از داورها شاید اونقدر نسبت بهشون شناخت نداشته باشم و از کسانی که باشون ارتباط داشتن قبلا میپرسم اطلاعات میگیرم که آقا این فرد چه جور فردی هستش آره از لحاظ اخلاقی و خیلی جوانه دیگه و با خودشون صحبت میکنم میگم شرایط این شکلی هدف ما این شکلی هستش اما اون نگاه خودش هم مهمه ببین وقتی ما داریم به عنوان یک برگزار کننده یک رقابتی رو برگزار میکنیم یه دیدگاهی هم قاعدتا داریم دیگه یعنی شما هر جشوره یک هدفی داره درسته که مسابقه عکاسی کاف اصلی ترین هدفش حمایت از عکاسا هستش و کار خوب رو میخواد نشون بده فارغ از هر هدفی که حالا اینوری باشه اونوری باشه اون کار خوب قرار نشون داده بشه اما اینکه بروز باشه نگاه نوعی باشه نگاه خلاقی باشه این بسیار اهمیت داره واسه همین توی ترکیب داورامون سراغ اونجور داورها هم میریم کسی که خلاقیت در کارهاش دیده میشه کسی که نگاه متفاوتتری داره و حالا امسال داور اولی هم داشتیم با اینکه ترکیب داورامون خیلی قویه مثلا شما دوره های قبلی هم داوری که داور استریت فوتوگرافی ما بوده چند ماه بعدش داور استریت لنس کالچر هم بوده دو دوره دقیقاً برای دو تا داور ما همین شرایط پیش اومده ولی در کنار این داورها ما داور اولی هم داشتیم شاید از لحاظ سنی هم اونقدر سن بالایی نداشته باشه ولی اولین داوریش هم هستش و خب این جدایی از اون رسالت ما که حمایت از جوانان بوده هم نیستش یعنی در همون راستا هستش ولی قطعا اون فرد این شایستگی رو داشته که بخواد توی این هیئت داوران قرار بگیره و این ترکیب خیلی کمک کننده است حالا توی داوری جدای از داورها اون روش داوری خیلی مهمه خیلی از داوری ها متاسفانه اون داوری که میتونه لابیگری بکنه میتونه خوب صحبت بکنه شاید نظر داورای دیگر تغییر بده میاد توی صحبت مخصوصا نتیجه نهایی دو تا اول دوم سوم که بخواد مشخص کنه یو میاد نه اینکه بخواد مثلا قصد منفی داشته باشه چون خودش اون عکس رو برتر می‌بینه میاد صحبت میکنه با حرف زدن آره میتونه. دو تا داور دیگر قانع می‌کنه در حالی که شاید اون دو تا دیگر داور دیگه اصلا نظرشون نباشه ولی اون لحظه قانع میشن با این که اون عکس اول بشه میگه این یکی بهتر بود حالا این حرفی هستش که خیلی از عکاسا وقتی من از دا داور میپرسن چرا عکس من نشد میگه من عکس تو رو خیلی دوست داشتم با عکس تو میاد اول میشد ولی خب دیگه بقیه داور حالا اینا خیلی از سیاست داور هستش ولی خب خیلی ها هم همین شکلی هستش و این مدل داوری من خیلی تلاش کردم که مدل داوری که داریم اجرا میکنیم خیلی بهتر باشه و نسبت به دو دور اول تغییرات زیادی کرد تو دور اول داوریمون شاید جوری بوده که حالا خودزنی اگر بخوام بگم ولی جوری بوده که شاید عکس های متوسط راحت تر میمدن بالا ولی سعی کردیم که عکسی که خیلی خوبه بیاد بالا و بعد بریم سراغ مدل های دیگه و این هم از یه سری الگو ها از داوری مقالات علمی رفتم سراغ چند تا مقاله بود که حالا داخل کاتالوگمون صفحات آخرش کاتالوگ 2022 توضیح دادم از چه روش های حتی از روش فیشبال استفاده شده روش هایی که ثابت شده هست علمی کاملا من تو کاتالوگ یه چیز خوبی که دیدم این که نتیجه آرا رو آره. منتشر میکرد یعنی من خب ندیدم حتی اینکه اینقدر شفاف باشه یه مسابقه که بیاد رعی و امتیازاتی که هر ام، کار گرفته توی مسابقه رو منتشر کنه که به آقا نتیجه این بوده دقیقا چون همیشه بحث دیگه یعنی اکثرا بحث که ناداغری شده آره هیچ چیز برای پنهان کردن نداریم واقعا چیزی که مشخص و واضح حتی من دوست داشتم منتشر می‌کردم اگه به من بود که آقا این داوره به این عکس اینو داده ولی خب قاعدتاً بعد یه سری داستان‌ها پیش میاد و شاید همون روی داوری تاثیری بذاره شاید داور با یکی آشنا باشه تو رو دروازه امتیاز بالاتری بده و نمیشه چنین اتفاقی قطعا ولی خب احتمال هر چیزی ممکنه ولی ما مشخص کردیم داور ایما مثلا به عکس چه امتیازی داده طرف متوجه میشه این داور وقتی به این یکی عکس امتیاز 5 داده به این یکی عکس امتیاز 6 داره خب این آزاد منتشر میشه و هیچ جای شبهه نمیمونه واقعا کاملا مشخصه و چون چند مرحله هم داوری میشه قاعدتا به این سمت میره که اون چیزی که شایسته تره انتخاب بشه خودت بچه رشتی و هر کسی میخواد یه عکاسی باحال بکنه یه سر میره رشت این شهر رشت گیلان توی عکاسی چقدر تاثیر داشته یعنی به نظرت اگه بچه تهران بودی یا بچه یه شهر دیگه ای بودی نگاهت به عکاسی چطور بود نسبت به الان که توی یه شهر هستی مثل رشت ببین قطعا خب تاثیر خیلی زیادی میتونه بذاره مخصوصا تو عکاسی خیابانی شما از لحاظ ارتباط مردم توی رشت خب خیلی همه با همدیگه ارتباطات زیادی دارن چه از لحاظ فرهنگی حالا جوری هستش که شاید طرف اصلا کسی رو نمیشناسه داری از اون خیابون رد میشه به سلام بکنه خب یعنی اون ارتباط راحت برقرار میشه توی رشت تا شاید خیلی از شهرهای دیگه متفاوت تر باشه این هم دلیل زیادی داره شما مثلا داخل رشت خونه خیلی به هم نزدیکه توی شهرش اونم به خاطر اینکه مساحت کم جمعیت زیاده و این ارتباط ها همیشه نزدیک بوده با هم دیگه خیلی خیلی تو عکاسی خیابانی مستند تاثیرگذاره حالا خیلی هایی که از دورادور دور یا با من آشنا میشدن میگفت چرا طبیعت به این خوبی داره گیلان چرا نرفتی عکاسی طبیعت نکردی ولی خب عکاسی خیابانی خیلی دنیای متفاوتی داره و رشت هم انقدر پتانسیلش بالاست از این جنبه ها به نظرم برای کسایی که حتی دارن شروع میکنن خیلی میتونن تمرین های خوبی رو توی رشت داشته باشن امین حسین جان مرسی که اومدی خیلی لطف کردی جا داره اینجا از علی زبقدری هم تشکر کنیم که باب آشنایمون رو و این قرار رو واسه ما هماهنگ کردش همچنین از استودیو فردا که شرایط ضبط این برنامه رو برای ما کردن و همچنین از تو که اومدی خواهش میکنم ممنونم از شما ممنونم از زعودتون. همچنین فضای خوبه استدیو و علی جانم که ندیدم خیلی وقت دلتنگیم جاش خالیه آره ممنونم و یه تشکر ویژم دارم از تون برنامی که تهیه کردید واقعا هر گامی که توی عکاسی برداشت میشه باید حمایت بشه و قطعا میتونه بسیار کمک کننده باشه به با عکاسی و واقعا به نوبه خودم ازتون تشکر میکنم امیدوارم که روز به روز, به روز بهتر و بهتر بشه ممنون از تو مرسی خدا نگهدارت ممنون